بین نرخ دلار رسمی و دلار بازار همیشه تفاوت قیمت وجود داشته است با این حال به نظر می رسد که نگاهی به پرونده قیمت ارز رسمی در سالهای بعد از انقلاب چندان خالی از لطف نباشد داده های آماری نشان می دهند در طول سالهای 57 تا 59 نرخ دلار در بازار رسمی 7 تومان بود با شروع دهه 60 و در طول سالهای 60 تا 62 هر دلار 8 تومان قیمت گذاری شد که البته این قیمت در آن دهه بعد از چند نوبت افزایش و کاهش دوباره در سال 69 به قیمت پایه 6 تومان رسید. دلار 6 تومانی سال 70 در سال 71 به یک باره 140 تومان قیمت گذاری شد و در سال 72 مرز 165 تومان را هم در نبردید. در سال 73 قیمت دلار 175 تومان بود که با این حال این نرخ تا هفت سال بعد از آن یعنی تا سال 80 ثابت بودند. همه اینها در حالی بود که نرخ دلار در بازار آزاد مثل وضعیت سال گذشته ما هر روز یک قیمت را تجربه می کرد. در دهه 80 و همزمان با دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی نرخ دلار توسط بانک مرکزی بار دیگر به شدت افزایش یافت و از 175 تومان در آن سال به 871 تومان در سال 83 رسید. رشد قیمت دلار البته در سال 84 و با روی کار آمدن دولت محمود احمدی نژاد تنها برای یک سال کاهش 70 تومانی داشت. اما در سال بعد از آن یعنی در سال 85 قیمت آن 919 تومان در سال 86 حدود 928 تومان و در سال 87 حدود 957 تومان توسط بانک مرکزی تعیین شد با شروع دهه 90 قیمت دلار در بازار رسمی باز هم افزایش یافت و تا سال 91 به 1220 تومان هم رسید در سال 92 و همزمان با روی کار آمدن دولت حسن روحانی جهش دیگری در نرخ دلار رخ داد و از آن سال تا سال 94 نرخ دلار به طور تدریجی افزایش یافت تا آنکه به مرز 3100 تومان رسید. دور دوم حکمرانی اعتدالگرایان در سالهای اخیر هم مانع از افزایش قیمت رسمی دلار نشد تا اینکه در سال 97 دولت به طور دستوری نرخ دلار را با قیمت پایه 4200 تومان ثابت نگه داشت. حال باید دید ای که آیا بازار دستور پذیر است یا اینکه دولت باز هم باید چاره دیگری برای مهار قیمت ارز بیاندیشد خب تایی این یکی دو سال گذشته به دلیل چندین عامل چندین عاملی که وجود داشت هم عوامل مثل تحریم و حالا اکثر عوامل داخلی شاید ناکارآمدی هایی که توی ساختار مدیریتی بود اتفاقی رو رقم زد که ما از دو منظر هم میتونیم بگیم جهش قیمت ارز یا اینکه بگیم سقوط ارزش پول ملی اتفاق افتاد و خب این رو دولت رو برون داشت که بخواد این راهکاری رو ارائه بده که این کنترل <تصفح> بشه پیشنهادی که اون موقع ارائه شد ارزهای درد ترجیحی از دولتی بود که خب گفتن نرخ دونرخی نرخی کردن از یک چهار و که حالا چهار و معروف که این اتفاق بیفته و خب واردات شکل بگیره ارزان برای کالاهای استراتژیک اما چیزی که ما در واقع دیدیم این اتفاق نیفتاد و این اتفاق که نیفتاد هیچ اتفاقا این امر موجب بروز یک سری فسادهای سازمانی افته شد ما امروز میخوایم رو بررسی بکنیم که اول اینکه اصلا الان تو چه شرایطی هستیم چون الان این اتفاق افتاده و بایستی بررسی بشه با یک نگاه کارشناسانه و اینکه انشاءالله به یک جمعبندی برسیم و انشاءالله بخوایم در نهایت نتیجهگیری خوبی از بحث داشته باشیم اول من خیلی مقدم از میکنم خدمت استاد عزیزمون جناب استاد رایفی پور بزرگبار جناب استاد اگر صحبت دارید بفرمایید تا اشاره بحث رو آغاز کنیم اللهم صل علی محمد و آل محمد اعوذ بالله من الشیطان اللین الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم عرض سلام ادب و احترام دارم خدمت شما این بزرگ برادران و خواهران بزرگوارم بزر... همون که فرمودید این بحث کارشناسیه و فارغ از بحث های سیاسی و هرچند من میخوام بنا بوده در اینجا بیشتر راجع بحث اثرات سیاسی تصمیمات اقتصادی و عکسش اثرات اقتصادی تصمیمات سیاسی صحبت بکنم من سعیم رو میکنم که تا جایی که ممکنه پوان بدم واقعا قائل بشم و خیلی بحث وارد جناهای سیاسی نشه هرچند به نظرم باید خیلی ها پاسخگو باشن ما اگر یک نفر یه چارده هزار تومن یه جنس رو یه جا به پوستش رو میکنیم دادگاه میکشونیمش یه اسباب بازی جلو در یه مغازی رو دزدیده باشه اما ابدا کاری نداریم با کسایی که چهارده میلیارد دلار سرمایه این مملکت رو به باد فنا دادن و سوال علمی هم داریم ما که گفتیم ورود برای عموم آزاد است بیاید بشینید سوالتون رو بپرسید شما دیشب دیدید که چه شانتاج رسانه‌ای و چه پروپاگاندایی درست کردن که آقا چه آقا من که دیگه اقتصاد خوندم منم حرف نزنم دقیقا اون درسی که خوندم دقیقا اینه حالا اگه بقیه چیزاش میخواد گیر بدید <applause> بگی چرا راجع فرهنگ حرف میزنی راجع به چی اونا رو گیر بدید ایبی نداره اما یکی دیگه درسشو خوندم محضر شما عرض بکنم و حالا فرض کنید شما یه برگه آچار رو زمین پیدا کردید انظر الا ما قال ولا تنظر الا من ببین حرفی رایفی پور درسته یا نه این که دیگه قابل احصاء بحث علمیه دو تا تا ما گفتیم آقا اساتید با حضور پیدا کردن دانشجوهای رشته اقتصاد حاضر بشن بیان بشینیم بحث بکنیم و من همینجا هم اما آمادگی مناظره دارم هر کدوم از این بزرگواران مخالف این بحثه بیان بنده معتقدم فرضیه و نظریه بنده اینه بنده معتقدم دلار چند نرخی یعنی فساد و این بیس بسیاری از مشکلات در کشورمون رو امروزم هم می‌خوام راجع بحث بکنم و اثبات کنم حرفم رو حالا شاید عزیز قبول نداشته باشه بخواد بگه نه اینطور نیست ببین نداره ما اینجا در واقع این پنل رو گذاشتیم که نظرات همه شنیده بشه بعد خیلی دوست داشتم برادر بزرگوارم آقای دکتر صدوندی هم حضور می‌داشتن و خیلی تحت تاثیر این رسانه‌ها و جو قرار نمی‌گرفتن جو رسانه‌ای هست داشتی که شما هر روز بخوای با مافیای اخت... فساد و اقتصادی در بیفتی برات حاشیه سازی می‌کنن چند وقت پیش من یه توییتی زدم و عمدن اسم خبرگزاری رو لاک کرد گرفتم اینا خبرگزاری مونده نخریده باشن بانک های رو من همه اسنادش تا میگم الان اینا انتشار بدیم توی این فضا موجب تشنج میشه لاک گرفتم چند چند تا با چند تا خبرگزاری فقط یکی هم نیستش بانک رفته قرارداد بسته با فلان خبرگزاری 800 میلیون تومان 900 میلیون تومان بابت یه بنر کوچولو کنار سایتی که اصلا بازدید آنچنانی هم نداره برید سایتو بزنید توی الکسا ببینید رتبه چند رتبه بازدیدش. این اولا بستن دهان اون خبرگزاری و خبرنگارایی که اونجا کار میکنن اینا خبرنگارا نه تنها دیگه خبر تولید کرد ما خبرگزاری ارزشی داشتیم خبرگزاری انقلابی داشتیم راجع به یکی از بانک ها دو تا خبر مهم رفته دو تا مقاله مهم کار کرده از روزی از فردایی که خبرگزاری قرارداد بسته با اون بانک دیگه یک سال و نیمه هیچ صدایی در نیامده خب معلومه اینا شانتاج میکنن پروپاگاندا درست میکنن به جای که بیا بشین بشین حرف علمی تو بزن این همه سر و صدا نداره شما بیاد اثبات کنید که اینا اشتباه دارن میگن این کار درسته و شون خالی کردن با سر و صدا کردن ماجرا حل نمیشه چون ما نمیتونیم بنشینیم ساکت یه گوشه و این اتفاقات عجیب غریب در حوزه اقتصاد و معیشت مردم بیفته و هیچی هم نگیم و درخواست هم اینه که و این هم عرض بکنم بنای ما برای که این جلسه ها پیدا بکن. حالا فعلا بحث ارز شروع بوده بانکداری و انواع اقسام در واقع این شاخه هایی که ناقا این درست کردن راجع به رو بحث خواهیم کرد و از همه هم دعوت میکنیم بیان بشینن حرفشون رو بزنن یک بحث تماما علمی مشکرم استاد از توضیحاتون به عنوان سوال اول استاد اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم خب قطعا خیلی تحت تاثیر این اتفاق قرار گرفت اما میخوام بدونم که از نظر شما و از نگاه شما اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم بعد از عرض چهار و چه فرقی کرده اصلا چگونه شده چطور تأثیر گذار بوده روی اوضاع اقتصادی و معیشتی مردم به خدمت شما عرض کنید من نمیگم ما آمارا داره میگه ما نشستیم همین رو نشست محاسبه کردیم مثلا شکر گوشت قرمز سنگین گوشت مرغ تخم مرغ گوشت قرمز سبک برنج عدس نخود لوبیا این چیزی مردم لازم دارن حداقل برای آب گوشت <applause> غذا بخورن نشسته محاسبه کردیم قیمت در هر کیلوگرم به قیمت دلار با قیمت گمرک گذاشتیم میزان تعرفه که گمرک مشخص کرده مثلا شکر خام 3 دهم 3 دهم قیمت دلار بعد میزان تعرفه 20 درصد با عرض ترجیحی حساب کردیم شده 2041 نیمایی 4860 آزاد 6318 قیمت بازار 7413 چه تأثیری گذاشتیم ما در عمل داریم اینو یک این این اتفاق دیگه داره میفته و آقایونی که دارن سیاست گذاری میکنن خودشون الان حیرانن که چیکار باید بکنن تصمیمات مقطعی تصمیمات متناقض کسی که سال 92 یک سری حرفا میزده امروز عکس اون رو در عمل انجام داده خب اینا داره تاثیر میذاره گوشت قرمز دقیقا اینها ارز رو قطع کردن قیمت گوشت اومد پایین جز اینه؟ یعنی دقیقا ما داره اکثر عکس میذاره باعث میشه که قیمت ها بالاتر هم بره یک مورد استثناء داریم تو بحث گوشت مرغ و تخم مرغ اونم که به شدت دولت دستوری وارد شده مرغدارا گفتن ما دیگه جوجه نمی‌ریزیم بخواد این کار رو انجام بدید دیروز آقای ربی اومده میگه که نخیر آقا ما بهشون گفتیم بعد 20 میلیون جوجه ما گفتیم باید 20 میلیون این باید ها که اصلا اقتصاد مارکسیستی کرد که شما یک عمر دم از اقتصاد آزاد زدید چطور تصمیم گرفتن برای این افراده؟ مت این که این دلیل این اتفاق چیه من دوست دارم به این بپردازم یعنی اگه اجازه بفرمایید من یه توضیح در مورد این سردرگمی و آشفتگی در تصمیمات برای شما عرض بکنم ببینید ما واقعا آشفتگی تو تصمیمات داریم آشفتگی تو جایگاه داریم آشفتگی تو اهداف اقتصادی داریم طرف میگه میخوام این کار رو کنم دقیقاً عکسش محقق شده میگه واقعا هدفت این بود از اول نقطه مقابل این بود چون نقطه مقابلی رو محقق کردی عدم پاسخگویی شما الان نمیدونی باید واسه کی سوال بپرسی نهان مسئولی داریم میری سراغ وزارت جهاد که شاورزی میگه به من ربطی نداره برو سراغ وزارت سمت میری سراغ او میگه به من ارتباط نداره البته آقایین این وسط از این آب گلالود ماهگیری نکنن برای وزارت بازرگانی ها سری من بحث دارم و عرض خواهم کرد معلفه های مؤثر زیاد ما تو اقتصادمون داریم بابا همه جای دنیا میان متغیرها رو ثابت میکنن که بتونن بفهمن تاثیر این اقدام چی بوده ما اینجا ده ها و بلکه بعضی موارد صدها معلفه داریم که اصلا واقعا گیج کننده شده آدم نمیدونه اثر این تصمیم کجا اقتصاد میخواد بزنه بیرون چه زمانی میخواد بزنه بیرون و چه کسای دیگه روی این معلفات روی این فاکتورها تاثیر دارن من یه مثال برای شما فقط تو بحث ارز میذارم ببینید ما وقتی میبینیم که این گفتمان این بیس دوچار آشفتگیه شما در کلام هم میبینید ما الان چند تا دلار داریم تو این مملکت 16 مدل دلار داریم تو این مملکت این ناشی از چیه ناشی از آشفتگی تصمیم و جایگاه این اصلا نمیدونه کجا قرار گرفته مبدع و مقصدش رو نمیدونه دلار تهران که باز مستحضری تقسیم بنده میشه به دلار سبز میدون دلار افشار دلار منوچهری فقط کافیه بگن امروز تو سبز میدون دلار تقلبی فروخته شده کل دلار سبز میدون میاد قیمتش پایین فقط این نیست دلار خط آبی اینکه نخش آبی باشه اینم خطش آبی باشه این که دلار دیگه قیمت جدا داره دلار مشهد دلار سلیمانیه دلار حرات دلار حوالی دلار فردایی دلار نیمایی دلار جهانگیری دلار دارویی که 3800 بود دیگه جمعش کردن اونم کردن 4200 دلار مسافرتی که تقسیم میشه به تایلندی هج، اربین. اینا خنده نداره واقعا گریه داره این تشتت تر کلید واژه هایی که اینا تولید کردن مشخص دلار سنا بماند دلار های دیگه دلار داعشی داریم داعش ها وقتی کرکوکو گرفتن یه 400 میلیون دلاری ظاهرا از بانک‌های اونجا سرقت بردن معروف بود که آقا آمریکا این شماره هاشو سوزونده و فلان و اینا رو باید دستی خرج کنی 50 دلار 100 دلار یواشکی خرج بکنه نه ارزان تره حالا من نمیدونم چقدر صحت داره نداره اما مطرح بود و انواع اقسام دلارهای دیگه شما یه بار نشستم وقت گذاشتم 16 تا اینو من پیدا کردم شما شما بگیرید سه تا چهار تا دیگه به ذهن شما برسه حالا شما خداوکیلی خودتون رو بذارید جای یه سرمایه‌گذار با چی طرفه از کجا معلوم فردا این 4 و یه تصمیم نگیرن بکنن هشت و 500 کنتور میندازه جایی باید جوابگو باشن ببین این آشفتگی در تصمیم شما نگاه بکنید شما به معنی سرمایه گذار خارجی به فرض تونستی همه این تحریم های چندگانه رو رد کنید اصلا واقعا عاقلانه است تو کشور مثل ایران سرمایه گذاری کنید اصلا تحریم نمی بودید شما با یه بازار آشفته عجیب غریبی مواجه بابا اولین چیزی که سرمایه گذار نیاز داره امنیت اقتصادیه ثبات نیاز داره بتونه حساب کتاب بکنه بتونه دو دو تا چارتا کنه این همه معلفه اینجا دخیله میخواد چیکار کنه کجا میخواد پیدا بکنه طبق قانون باید هر سه ماه مسئولین دولتی میادن گزارش میدادن در مجلس الان پنجاه روز گذشته شده گذشته نماینده مجلس ما های حاجی دلیگانی داره میاد میگه که ما قرار بوده به وزرا میگیم پلنشو بیا اینجا پاسخگو باش جواب نمیدن بعد گفتیم چرا جواب نمیدن کاشف و عمل اومده که خود آیه رئیس جمهور اجازه نمیده به جواب بدن هیچ که جواب نیست آیه ربیعی ای اینا رو اینا مال دیروز پری روزه مصاحبه کرده با آنا میگه از 14 میلیارد دلار 70 درصدش رو تا الان چیکار کردیم تخصیص دادیم رفت کلمات دو پهلو تخصیص دادی یعنی خرج شد رفت این منظور از این تخصیص دادن چیه نقطه مقابلش آقای تاجگردون اومده میگه نه پنج میلیارد دلارشو شد الان خرج کرده آقا تفاوت رو نگاه کن آقای ربی جای دیگه در مسابقه صدا سیما میگه ده میلیاردش و نو هشت هم اشتباه نکنم نزدیک ده میلیارد گرفته ما الان یکی داره میگه پنج میلیارد رفته که میگه پنج میلیارد مونده صحبت ده میلیارد دلار پول آقا جون دو تا مسئول مملکت دارن صحبت میکنن شما به عنوان یک کارآفرین به عنوان یک سرمایه گذار چیکار داریم میکنید تو این بازار یعنی بحث بر سر فقط نرخ ارز نیست از ذهنهایی است که اینا تراوشاتشه نه باید بیان پاسخگو باشن اگر همین 4 5 میلیارد دلاری که محاسبه که ما انجام دادیم 5 میلیارد دلار تاجگردون درسته نشاستیم دونه دونه جمع زدیم به 4 میلیارد خورده ای رسیدیم از اردی بهش تا تیر میگیم از فروردینش یه چند روز اونجا داریم این طرف هم مرداد این هم یه 800-900 تایی شده باشه این 5 میلیارد دلار منطقی به نظر میرسه اصلا 4 میلیارد دلار 4 میلیارد دلار کم پولی اگه همین الان به مردم برسه آدمی تو بازار چه خبره مردم چه مشکلاتی دارن آدمایی که دیگه کارت یارانشون رو سپردن به سوپری محلشون یا آقا این تضمین که قصی این پول داره میاد برو از اونجا برداشت بکن همه هم ازشون سوال میپرسی از دولت از مجلس بالا پایین همه هم میگن مردم مشکلات اقتصادی دارن این در عمل باید اتفاقی بیفته شما در عمل کاملا دارید عکس اینو میرید من چند تا نکته کلیدی راجع به تکنرخی شدن ارز دارم اگر نمیرم بگم یا ارز دقیقه سلام نه دو صدیقه نیستش میخواد پس نزدیک 8-9 نه مورد من احسا کردم راجع تق... راجب... به ارز چند نرخی دارم میخوام راجع به اینو صحبت بکنم میبینیم چه بلایی داره سر مملکت میاره اجازه پس بله، مهمان عزیزی داریم یکی از کارآفرینان نمونه کشور یکی از فعالین اقتصادی م... که اول اگر از دوستان خواهش میکنم کلیپی اگر آماده است در رابطه با فعالیت این بزرگوار پخش کنن که ما آشنا بشیم با ایشون را انشالله من همزمان هم, هم دعوت کنم از جناب آقای دکتر علیرضا نبی که به جایگاه تشریف بیارن به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد چون که از موقع اومدیم سر کار تو این شرکت خیلی زم از لازم معنوی هم از لازم اجتماعی کلا تغییر کرده قبل اینجوری نبود یک سری فراری بودیم یا برای زندان بودیم یا دادگاه داشتیم رفتن سراغ این کار منو یاد یه حرف بزرگی انداخت که میگه که تفاوتی که ایجاد تفاوت میکنه افرادی رو سراغشون بری و به کار بگیری که جامعه اونا رو پس زده زمانی که روزنامه فروش بودم و سر چهار ها روزنامه میفروختم و فقر رو با تمام اجزای خودم احساس کردم اونجا به خودم قول دادم که یک روزی اگر به جایی رسیدم که تونستم کاری برای کسی بکنم سراغ کسانی برم که به جز خدا هیچ کسی را نداره از موقعی که اومدم اینجا تحت مشاوره های آقای دکتر قرار گرفتم فوق العاده فوق العاده اعصابم بهتر شدم چی رفتارم با دوستان با بچه هم با خانوادم خیلی بهتر شده تونستم پیشرفت کنم درسم و ادامه بدم خدا اونا رو بخشیده ما چرا نبخشیمش اونا حقشونه یک فرصت دیگه در اختیارشون قرار بدیم جمال دکتر خیلی خوش آمدید اگر صحبتی دارید خیلی خوشحال خیل خوش میشیم اول صحبت های اولیت و اگر سلامی از خدمت دوستان بفرمایید ان شاءالله بحث رو شروع کنیم بسم الله الرحمن الرحیم بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیک یا علی ابن مسرزا من از مشهد خدمتون رسیدم حامل عطر و بوی حرم متحره آقای مهربانی علی ابن مسرزا علیه السلام هستم حرم خیلی شلوغه هر کسی بار و بندیلش رو بسته و با کلی حس و حال خوب میاد که با آقای خودش صحبت کنه امام رضا علیه السلام وقتی اومدید پیش من از من عقل بخواید من ویلچر سالمندانی رو میبرم توی اداره رفاه زائرین که تا حالا حرم نیمده بود بعد اینا رو یه خیر میاره تا حرم و تحویل اداره ما میده ما هم حالا من و همکارانم هم میبریم اینا رو به زیارت من تا حالا زیارت اینجوری تجربه نکردم یعنی پیرزنی که هفتاد هفتاد پنج سال سن نشه وقتی میبریش برای زیارت میبینی که هی دستشو به این ویلچر میگیره میگه نن الهی دست به خاک بزنی زربش نن الهی خیر ببین و واقعا وقتی برمیگردم به 16 سالی که توی کار آسیب اجتماعی ورود پیدا کردم خودم میمونم که امروز هزار نفریم و چطور ممکنه که قاتل ارازل و باش معتاد بهبود یافته زن سرپرست خانواده که شوهرش رو اعدام کردن و اونو با پنج تا بچه فرستادن تو خیابون رها اینا زیر یه سقف دارن کار میکنن تولید میکنن و روزی دوازده ساعت کار میکنن دما پای دستگاه های بستبندی چون باید داغ آقای رافی پور بستبندی بشه پنجا تا پنجا و پنج درجه است کسی که میتونه یه قفل باز کنه یک تومن بگیره حالا پای اون دستگاه وایستاده و برای سی و یک روز کار کردنش یک میلیون و پونسد تومن میگیره این بهش میگن مرد و مردونه پای حرفت با خدا موندن به حسن گفتم که حسن تو که خیلی آدم خوبی بودی چطور تو یک نفر زدی کشتی گفت من اصلا آدم خوبی نبودم من رفتم رو چهار پایه خیلی آدم بدی بودم تنها و دار انداختن دور گردنم هنوزم آدم بدی بودم ولی وقتی اولیای دم من بخشیدن اومدم پایین آدم خوبی شدم یه وقتایی با خدا اینجوری دعا میکنم خدای ما رو رو چهار نفرستادی آدم کن نایم. با توجه به محدود بودن زمان و گسترده بودن بحث شما بایستی الان ساعت دقیقا هفت و پنج دقیقه سا ساعت ساعتانه درست باشه فکر کنم ما یک ساعت و 20 دقیقه شاید زمان داریم که این بحث رو بتونیم به یه جنبندی برسونیم من خواهشی که از اساتید بزرگوار دارم سالات رو نمیگم حالا خلاصه گویی که نمیشه قطعا انجام داد اما بتونیم سریع جنبندی کنیم که در نهایت بتونیم این مباحثی که هست انشاءالله مطرح بشه که در نهایت میگم بتونیم جنبندی داشته باشیم روی موضوع جناب نبی من سال اول رو حالا خدمتون بپرسم و انشاءالله باید بریم سراغ سوالات بعدی حالا شما چون از دنیای تولید کننده ها هستید یه فعال اقتصادی هستید من روی صحبتم بیشتر سمت تولید میخوام باشه میخوام بدونم که اصلا این اثر تخصیص ارز دولتی به تولید چه چیزی بوده ممنون میشم حالا اگر تایم رو هم مدیریت بفرمایید ممنون میشم ازتون متشکرم اولا ما تخصیص ارز دولتی به تولید نداریم به نام تولید داریم به تولید من ندید اگرم به تولید بدن اشتباهه چون تولید رو متوقف میکن ما کارخونه توی شرق استان گلستان هست من یکی از واحدام توی استان گلستانه و خیلی خوب داشت کار میکرد اومدن یه مجوزی دادن به واحدهای تولیدی گفتن آقا واحدهای تولیدی میتوانن روغن زیتون وارد کنن با ارز دولتی کارخونه تطیل شد چون الان فقط روغن زیتون وارد میکنه با ارز دولتی فلا میفروشه با ما یه ارز دولتی رو نخوایم چه کسی باید ببینیم <laughs> با نمیرسه به در دست مردم این که از هر من از شمس دیگه مثلا. اگر برای مردمه به دست مردم نمیرسه اگه برای تولید کننده زاقه تولید کننده رو تغییر فرض و بر این بگیریم تولید کننده ماهره میتواند از هزار خان این داستان رد بشه برسه و عرض چار دیویستی بگیره خب اشتباهه اشتباه روغن زیتون ایتالیایی اسپانیایی و یونانی کیلو پنج و دو تومن روغن زیتون ایرانی کیلو چلا هشتان خب کی میخره؟ پراید رو به شما بدن 50 تومن بنزو بدن پنجا و پنج تومن شما باز میرید پراید میخرید؟ خب سیاست غلطه خب خب چرا میدی خب؟ نمیرسه به دست من حالا شما برید یک لیتر روغن زیتون زیر 90 هزار تومن تو یه شلفی تو این تهران تو یه قفسه فروشگاه توی تهران پیدا کنید نمیرسه وقتی نمیرسه بیای سازوکار دیگه درست کن ارز دولتی به تولید نمیرسد اگرم برسد باعث فساد میشود ارز دولتی هم به مردم نمیرسد ولی خب یه عده منتفع میشن که حالا بعضی هم قوانین برای اونا مصوب میشه من خبری ندارم یک دلارم ارز دولتی به دست ما نرسیده با این همه که به قول آقای رافیپور پور من سلیبریتی هم و من میشناسن و سلفی باهم زیاد میگیرن ولی یه دلار هم نمیدن به من میگن که تو ادبیات ما رو بلد نیستی راستم میگن ادبیات من بلد نیستم نه که به عنوان معلم اقتصاد بلد نباشم و نمیشه با دستمال کسیف شیشه تمیز کرد اصلا این مدل. معادله متشکرم جناب استاد رافی پور فکر کنم حالا اون مباحثی که میخواست مطرح بفرمایید هم مرتبطه با این سوال این فرایندهای فسادزای تخصیص ارز دولتی چه چیزایی میتونه باشه ما میبینیم که به اسم حالا توی نمونهش توی بازار گوشت یه مبلغ کلانی وارد میشه اما هیچ تاثیرگذار نیست و اتفاقا فساد هم ایجاد میکنه این فرآیندهای فسادزاد چگونه میشه که مدیریت بشه که این اتفاق ها نیفته و اصلا به چه صورتی اینها دارن ضربه میزنن به وضعیت اقتصادی فعلی من مثلا شما عرض بکنم که من بعضا واقعا تعجب میکنم که دانش آموخته اقتصاد استاد اقتصاد دکترای اقتصاد طرف داره مسائلی رو یعنی شما فرض بکنید مثلا اینجا یه مورچه داری اینجا حرکت میکنه رو ببینی بعد مثلا چند ده نفر آدم نشسته باشن نبینی یه سری اصول بعضا گمه که من نمیدونم این انقدر گیج کنند از اقتصاد ما این دلیلشه یک ادهی رو واقعا خریداری شدن باید سکوت کنن یک ادهی میترسن از پاسخهای پروپاگاندا و قدرتی که اینها دارن در به وجود آوردن حجم رسانی واقعا نمیدونم دلیلشه این نکته اساسی من میخوام خدمت شما عرض کنم آقا جان ارزش پول ما از بین رفته یک موقع از شما دلار رو به عنوان کالا باهاش برخورد میکنی میگه آقا فلان کالا کم شد ارزش تو بازار کم شد قیمتش رفت بالا آقا زلزله اومده کرمانشاه مردم در بده دنبال چادر مسافرتی میگردن گیر نمیاد قیمت چادر مسافرتی رفته بالا تو مشهد پس لرزه و لرزه و پس لرزه داره میاد قیمت چادر مسافرتی مثلا سه برابر چهار برابر قیمت شده اما آیا واقعا اتفاقی توی کشور ما داره میفته ناشی از نبود کاغذ دلاره که بنده معتقدم خیر یعنی یک درصد ناچیزی نسبت به اتفاق است بابا ما ارزش پولمون هم بین رفته نه تنها دلار داره گرون میشه همه چی داره گرون میشه بله به خاطر این عادت اقتصادی که مردم گذاشتن داشتن در ارز فلزات گرانبها و زمین زودتر خودشونشون میده اما همه چی اتفاق افتاد من شما رو دعوت میکنم به سخنرانی سال 96 بنده آقای روحانی هنوز دور دوم شروع نشده بود سالان بقیه طلا بنده سخنرانی داشتم اونجا عرض کردم قبلترش ترش توی قم عرض کردم توی سخنرانی گفتم خودتون رو برای پراید 50 میلیونی آماده کنید خودتون برای دلار 12 هزار تومانی آماده کنید برخ شما بزرگوار اینجا نشسته گفتم یا نگفتم بنده به خدا پدرتون میامرزه و گفتم آقای دکتر روحانی اگر بدونن خودش بدونه چه نارنجکی رو زامن کشیده داره تحویل میده به مردم نه تنها اون کاندیدا هیچ کدوم شرکت نمیکنن هیچ طمعی ندارن برای گرفتن این دولت خودش هم نمیاد اگه بدون چه اتفاقی داره میفته عزیزان اتفاقی که افتاده اینه به علت ارزش پول ملی هر چقدر شما هر چقدر شما یارانه بدید ارز تخصیص بدید برای واردات عین یک قاشق نمکه که توی بشک آب حل خواهد شد و ذره تاثیر نخواهد گذاشت شاید شما بفرمایید اصلا یک جماعت دیوانه پیدا بشن انقدر وارد بکنن که اشباع بشه بازار بنده عرض میکنم صادرات شکل خواهد گرفت ما 90 درصد در گوشت ما تو کشور خودمون داریم تولید میکنیم یعنی افزایش قیمت گوش ناشی از کم بوده عرضه نبوده باشم میگیم ده درصد شما صادرات گوشت و عراق نمیبینید وقتی اونجا کیلو 150 هزار تومنه برای چی نباید بیرون بر؟ هی hey, عکسای می اومد بیرون اتوبوسای صندلیشو برداشته بودن گوسفند بار زده بودن تو اتوبوس و کامیون و زمینی چقدر این گله ها رو میفرستادن اون طرف برید شما بررسی بفرمایید اولین مجموعه ای که نسبت به بخ... و کنار شیطنت هم بودا خرید گوسفندهای مولد اومده بودن فقط میش رو می خریدن. تو کل تاریخ بشر همیشه والا گوشت گوسفند نر گرونتر از ماده بود برای اولین بار در جمهوری اسلامی گوشت گوسفند ماده گرونتر شد برای چی به خاطر اینکه یعنی برنامه ریزی هم هست کنار اما او نشسته روی این اقتصاد ما و داره این کار انجام انجام ما یازده هزار میلیارد تومن پول مردم رو تخصیص دادیم به گوشت چقدر تاثیر گذاشت بازار نیم درصد تخصیص گذاشتیم کنار 15000 تومان اومد پایین قیمت گوشت میره چرا؟ صادراتش متوقف میشه <applause> ما یارانه داریم میدیم به کشورهای اطرافمون ما تنها فکر کنم مملکتی رو کره زمین هستیم که به مردم ما، پاکستان، افغانستان، عراق، جمهوری آذربایجان به اینا داریم یارانه میدیم با کدوم آدم آقلی همچین کار میکنه نکته دیگری من عرض میکنم محضر شما در این ساختاری که اقتصادی ما که اصلا شفافیت معنی نداره هر نوعی کالای چند قیمتی میخواد دلار چند قیمتی هر چیز چند یعنی فساد یعنی راند پرسیدن چند مدل فساد داریم اون چی که ما احسا کردیم الان وعده میکنم یه روایت تحت راجع برم سی سی و خورده مدل گلوگاه فساد داریم فقط تو همین بحث ارزا این به ذهن ما رسیده <تص> تو پرسجوی که کردیم از فعالان اقتصادی به ما گفتن شاید شما بزرگواران به علت که ایرانی هستید و مبتکرید در زمینه تخلفات این 35 تا رو بکنید 60 تا چه عرض بکنم خب آقا کدوم آدم عاقل این مشروع ادامه میده کالاهایی که مورد تخصیص ارز دولتی قرار گرفتن خوب نه داشته باشید اومده وارد کشور ما شده تبدیل شده به کالای دیگه صادر شده ما شکر وارداتی الان سوبسید داره ارز 4200 بهش میدن شکر وارد میشه با آب قاطی میشه آب نبات صادر میشه یعنی ما واقعا بخشی از پولمون رو گذاشتیم برای صادرات آب نبات هدف اون این بوده بابک زنجانی ها چجوری پول لار شدن گوسفند میخرید ارز دولتی پوست گوسفند صادر میکرد ترکیه ارز آزاد ده درصد قیمت هم تو ترکیه میداد همه مشتری شده بودن به عنوان صادر کننده نمونه از هاشمی رفسنجانی بگید عکس داره به بعد خوبی زمینه فساد هر آدم عاقلی متوجه میشه یه مثال برای شما میزنم سه ماهه نخست 98 برید بررسی کنید میزان واردات شکر از 96 و 97 بیشتر بوده کل سالا برای چی؟ برای اینکه همه زدن تو کار شکولات آب نبات از امروز و فردا شما اخباری میشنم تلویزیون که اینا رو میارن خیلی قشنگ تندیس صادر کننده نمونه بهشون میدن به عنوان چی؟ صادرات شیرینی و شکلات در کشور رونق گرفته است. اونطور پول مردم بدبخت بیچاره این دهک های پایین رو میده که اینا برن شکلات صادر کنن کروچه صادر کنن کیک صادر کنن یه مر... مورد دیگه براتون بگم خیلی جالب یه سوال از شما جوانترهایی تو جلسه دارم حالا خداوکیلی راست حسینیش <تصفح> امام رضاییش های دکتر امام رضایی شروع کرد چند تاتون هفته یه بار روزنامه می‌خرید؟ دستش بره بالا یک دو سه چار پنج شیشت کسی داریم بیشتر بخره یعنی مثلا هر روز روزنامه بخره یه دونه دو تا تو. تو این جمع این همه طوری روزنامه بره چی میدونی چرا بعضی اون روزنامه معنوسن میدونم اما خیلی الان دیگه تو کانال‌های تلگرامی و شبکه اجتماعی و خبرگزاری دارن خبر چگاه میکنن می حالا خدمتشون رو می‌کنم. میکنم وقتی واردات کاغذ ارز 4200 داره چیکار میشه کرد کاری که دارن میکنن کاغذ وارد میشه چاپ میشه میشه روزنامه روزنامه خریده نمیشه میشه کاغذ باطله کاغذ باطله خمیر میشه صادر میشه خارج بعد طرفم سال بعد اومدن تندیسم دادن دستش و چون صادر کننده نمونه شده سال بعد بهتر بهش ارز تخصیص داده خواهد شد یه نکته دیگه اخیرا شنیدید ما صادر کننده کتاب شدیم و دارن تقدیر میشه از صادر کننده های نمونه کتاب و دقت فرمودید چرا کتاب های زبان انقدر گسترش بده تو کشور برای اینکه بنده خدا بعد چیزی تولید کنه که تو کشور خارجی خونده بشه دیگه <تصحیح> روک بهتون بگم آموزشگاه های زبان کشور خارجی دارن با عرض 4200 بیت المال شیعه خانه امام زمان اینجا کتاب آموزش زبان تولید میکنن میفرستن اون طرف من بعید میدونم اینا رو من بفهمم آقایون نفهمن بخوام از این مثال ها برای شما بزنم متعدد میتونم ارز کنم من فقط برای اینکه این بخش از ارزم رو تموم کنم یه پنج دقیقه سه چار دقیقه من وقت بده آی ولی الله سیف بیست و یک نوه دو آذر 92 دو دولت خورداد اومده سر کار یعنی رعی آورداره تا مستقر بشه شهریور حالا تازه اومده سر کار ببین چیشون میفرماد این خبرگزاری متن شده بودم سیف با تاکید بر اینکه برای یکسان سازی نرخ ارز در نیمه سال 92 برنامه ریزی شده است یعنی با ارز تک نرخی گفت وجود دو یا چند نرخ در بازار زمینه فساد در تصمیمات اقتصادی رو ایجاد کند و پیش نیاز ثبات اقتصادی یکسان سازی نرخ ارز است و این برنامه باید اجرا شود این 92 باید اجرا شود شد دیگه ها موارد متعدد من اصلا از منتقدین این جریان فکری فکتی نمیارم هیچی نمیگم همون یه توییت حاجی دلیگانی بس همه را از روزنامه ها ای که کالای دیگری وارد کردن ادهی کالا رو آوردن اینجا یه جنس جدید تولید کردن صادر کردن ارز نیمایی فروختن واقعا شاهکاره خدمت شما عرض بکنم که ادعی که اصلا اون کالایی که با ارز دولتی وارد کردن رو به قیمت آزاد فروختن این سه تا از اون سی خورده ای بود عزیزم. من چون وقت نیست وقت اینا رو باز بکنم باید. که از قبل از تخصیص ارز که شما برید درخواست بدید شروع میشه فساد چی میخوای شما فاکتور برات میسازن هر کاری بخوایم من فقط گفتم یه جلسه ما باید بگذاریم فلوچارت اینا رو بکشیم تا ببینید شما چطور اینا دارن سرقت انجام ارز چند نرخی یعنی فساد یعنی تباهی و من نمیدونم کی قراره تو مملکت ما یه مرد پیدا بشه یه مرد اصلا یک جریان بگم با آدمم کار ندارم بیا تمام بکنه این زمین سازی فساد رو بابا به خدا قسم به ما گفتن به ما اینجوری یاد دادن مسخال ذره شر حق الناس بالاترین حق خاص خدا حق خودش میبخشه حق نفسو هم ارحم و ما از خدا جلوتر نیستیم انشالله که میبخشه اما حق و ناس رو ما داریم که از شهید پس میگیره بابا این حق و ناس 85 میلیون ایرانی الان و تمام بچه های اینو که تو آینده سرمایه ملیشون داره به باد میره چرا راجب به اینو ما حساس نیستیم بابا ما داریم در کشوری حرف میزنیم که مسئولینشون عمدتا آدمای دیندارن ما در جمع یه مش آدم سکولار حرف نمیزنیم در جمع یه مش آدم آتئیست حرف نمیزنیم و مردم دارن بیچاره میشن مردم دارن بدبخت میشن بیا ببین چه خبره من درگیر خود درگیر اسباب کشی و تعویز خونم توی بونگا نشستم طرف اومده میگه آقا 20 تومن 600 تومن گیر میاد بونگا یه دیگه مونده بود چی بهش بگه منطقه متوسط متوسط به پایین تهران نظام آباد با 150 میلیون دیگه نمیتونی 80 متری بری اجاره بکنی من که طبقه چهارم بدون آسانسور رو نمیدونم اینجور چیزا باشه رهن کامل بخوای انجام بدی ما نمیگه با 20 من 600 من چیز گیرت میاد خب ما هر روز داریم طرف با دو میلیون حقوق خابیده شب صبح بلند شده ارزش پول ملی یک سوم شده یعنی 700 هزار تومن یک و 400 از همه جیبا زدن یک و 200 یک و 300 از همه جیبا زدن هیچ با این کار نداره فقط میچسبن آقا او 5 میلیارد گرفت اونم باید جلوش گرفت اما این اصل فساد اینجا داره اصلا به صورت قانونمند اتفاق میفته هیچ کس هم ککش نمیگه متشکرم آقای دکتر جناب استاد رافی آقای دکتر نبی من سوالی که در من خدمتتون با توجه به اینکه حضرت علی در حوزه تولید فعال هستید میخوایم یه خورده اگر بشه مستاقی صحبت کنیم من حالا برنامه هم از حضرت حالی میدیدم در رابطه با برخی از این فسادها خیلی سریع صحبت کردید میخوایم این فسادهایی که الان رخ داده که زاده شاید این سیاست هست و زاده این طرح بوده ممنون میشم اگر بعضی رو مطرح بفرمایید و این سازوکار فسادها در زمینه تولید چه تأثیری گذاشته عملا و حالا صادرات و واردات و کلا مبحث بازرگانی خب طبیعتا فساد که اسمش مشخصه دیگه مثل یک عفونت میمونه که وارد یه بدن بشه طبیعتا توجهی و کمرنگ کردن اون توسط بعضی ها خب میدونید تو ایران خیلی مده مثلا مثلا به شیطان میگن شیطون بعد یه برادرزاده پنج هم دارن خیلی شیطونه اصلا خیلی دوستش هم دارن عکسش هم رو پروفایلشون میذارن و بعد مثلا فسادم میگن که یارو خورده انگار نوشابه خورده نه اون پول بیت المال خورده اون حق آینده ها رو خورده اون خائن به کشورشه او خونه شهید رو پایمال کرده نه صحبتش خیلی متفاوت این میشه فساد این اسمش فساد خب کجاها ضربه میخورن جایی که خیلی در حرکتن شما حساب کن یه چرخی داره میچرخه با سرعت شما یه چوب بذاری لای سیماش کجا اول مشکن داغون میشه خود سیمای اون چرخه که تولید احالت چون تولید در حال حرکته طبیعتاً اون ضربه زیادتری از بقیه میخوره ما هم خیلی ضربه خوردیم بالاخره در این حال من یه اشاره هم کردم دوستان دیگه حالا فرض کنین منی که حالا دیده میشم و تو جامعه مردم به من محبت دارن از من هم طلب میکنن متشکرم جام استاد بحثی که در رابطه با تخصیص ارز چهار دیویستی هست ارتباطش با مبحث امنیت ملیه حالا میدونم یه بخشی از مطالب فکر کنم از قبل باقی مونده حالا اگر اونها رو مطرح بفرمایید و بعد تاثیر در رابطه با اوضاع اقتصادی ناشی از ارز 4 و و تاثیرش برای امنیت ملی اگر اون رو مطرح بفرمایید ممنون میشم خدمت شما عرض بکنم که من حالا موارد یادداشت کرده بودم بابت این ارز چند نرخی و داشتم عرض میکردم چون حالا سالتون از این حیث من این مورد رو میندازم جلو در واقع ببینید یکی از آثار این نوع عمل کرد و این نوع سیاست گذاری و این نوع حکمرانی ضربه به سرمایه اجتماعی امروز شاعبه بسیار زیادی در مورد فرایند های تخصیص نرزه ها وجود داره کم خبر شما نمیشنوید که آقا با فلانی ارز تخصیص پیدا کرد و این پدر دوماد به همانیست نمیدونم چه ببینیم ما کلی زحمت بکشیم که یه آبروی جمع بکنیم برای یه نظام برای یه کشوری که 230 هزار تا شهید داده تنها جاییه که تشیع تونسته اینجوری حکومت تشکیل بده نمیدونم پهباد آمریکایی رو هوا بزنه و نمیدونم ناو انگلیسی رو بیاره همون انگلیسی که یه روز میمد جزایر ما رو تو همون جنوب تسخیر میکرد و بیاره پرچمش رو بکشه پایین وادارشون بکنه به عذرخواهی بعد ما اینطور چوب حراج بزنیم به آبروی یک کشور و سرمایه اجتماعی شکل گرفته خاطرم از یه سریالی پخش میشه در تلویزیون که توی زیرزمینی 6 میلیارد تومان پول بود ما رمزون بودیم نمیدونم اشتباه نکنم اینا می‌خواستن برن پیداش کنه نای و پور عرب بازی میکرد و فتلی و اوویسی و اینا بعد من همون موقع حساس بودم گفتم اینا چرا انقدر دارن عددهای گندر به گوش ما آسون و ساده جلوه میدن یه رندی به من گفت میخوان ذهنا رو آماده کنن شیش میلیارد طرف میلیاردره امروز شما خدا وکیلی بهتون بگن یه جایی مثلا 5 میلیارد دزدیدن اصلا تکون میخورید دیگه دیدید هم <تصحیح> یه عزیزی میگفتش که این این بحثی من راجع به این حسب 4 0 دارم و شدیداً مخالفم تو این بره شدیدن مخالفم اگه ترکیه این کار کرد اول رفع اقتصادشو از بیخ و بنیان ساختارشو درست کرد بعد برای پرستیژ پولش اومد همچین کارو کرد الان هیچ اثر خاصی نخواهد داشت چه بسا عکسش هم بگذاره خب اما یه بند خدایی میگفتش که بابا فردا دیگه نمیگن طرف سه هزار میلیار دوزدید چهار تا صفرش کم کن <تصفح> تا بخواد گوشا با این عدد آشنا بشه به اینا مشکل ساز خواهد شد سال هشت داشت کشور ریخ به هم هم نداریم و زمین ساز بسیار از تحریم ها شد این هم تعارف نداریم قطنامه 19 21 1921 بعد باید باشه یا 1929 29 -19 خدمت شما هرز بعد از هشتادش اتفاق افتاد هشتادش کجا شلوغ شد سه چهار تا شهر بزرگ و مرکز استان الان خصوص تهران یعنی به صورت ویژه تهران هم متوسط به بالا چون جنوب متوسط متوسط به پایین ببین احمدی نژاد تو استان تهران رئیش از موسوی بیشتر بود تو شهر تهران 300 هزار تا کمتر بود و کاملا مشخص بود طیف تهرانی با سبک زندگی در واقع تهرانی ها به آقای موسوی نزدیکتر بودن رای همه هم محترم هشت ماه مملکت ریخ به هم و آثار شده الان اینا تحریم ها رو شروع کردن امریکایی گفتن عجب اینقدر این کشور آمادگی داره برای دو قطبی شدن حالا شما جای دشمن باشید چه تحریزی میکنید میگه که خب این قشر مرفه کننده نیستن اینا ازشون کاری بر نمیاد من اگه بتونم اون جنوب شهریه قمه کش چوب به دست دیگه آی دکتر برده کارخونه خب <تصفح> اینا رو سر خط بکنم هیچ کی نمیتونه جلوشونو بگیره سال 80 هم به شما بگم چی شد آشورا جمع شد به خاطر که لاتروتا کشیده نقب گفتن اه دیگه امام حسین نداشتیم راست حسینشو بدونید این بود اه امام حسین خط قرمزه خدافز راهکار اینه کاری بکنید قشر متوسط و متوسط به پایین یعنی مستضعف جامعه در مقابل این نظام قرار بگیره چه راهی وجود داره برنامه ریزی کن ارزش پول ملی یا یک سوم بشه یک چهارم کن و این دیگه متفاوته اون از شکم سیری می جنگید این از گوشنگی می جنگ. این از نداری می جنگ 96 ماهی سری شلوقی ها داشتیم دیگه جنس فرق کرده بود کشیده شد به شهرهای کوچکتر شعارهایی که داده میشد متفاوت بود شما باید دشمن طراح باهوش طرفی میدونه داره چیکار میکنه آنالیز داره نسبت به من و شما یعنی من به عنوان کسی که باید اثرات سیاسی تصمیمات اقتصادی رو بسنجم میگم این بهترین تصمیمات برای سوق دادن ایران به سه شکل به سه کشور سه الگویی که قبلا غربی ها پدرشون رو در آوردن یک در خصوصی سازی شوروی نل به نل الان داره انجام میشه با این تفاوت که در شوروی یهودی ها رفتن صاحب صنایع دولتی شدن در اینجا آدم های با ریشه های خاص و نزدیک به یک سری افراد خاص 8 هزار میلیارد تومن رقم یه پتروشیمی باشه شما بری با 500 میلیارد تومن بخری وسایلش فقط شما بعضی ها رو خریدن وسایلش فروختن دو برابر بر پول در اومد بعدا خوشگل زمان گذاشته اینا تفکیک کردن تختی کردن جدا با زمین فروختن رفته کارخونه اول انقلاب کنار شهر بوده الان افتاده وسط شهر دو در بحث ارزی ونزوئلا یکی از الطاف الهی به ما تحریم شدن بود که نتونستن این آقایون خیلی استقراض خارجی کنن وگرنه عین ونزوئلا خواهیم میشدیم من اینجا آمار دارم خدمت شما عرض کنم براتون ارائه بدم از رو بخونم که آها متاسفانه متاسفانه برای من من آدم خیلی ملی گرایم میدونید دیگه کسایی که ب... عرایز بنده رو پیگیری میکنن من خیلی ملی گرام هم. همین الانم هم بعد از اینکه این خانم فدریکا موگرینی هدر توییترش نقش تجزیه شده ایران رو گذاشته و دو بنده توییت زدم و فرداش ساسپند کرد توییتر ما رو و البته انقدر صدا کرد که خودش جواب بده بگه من منظوری نداشتم یه اثر هنری بوده بعد از اون دیگه هدر تویتر هم شده پرچم ایران خب ببینید برای من داوره که شاخص فلاکت ایران شده سوم تو دنیا اول ونزوئلا با 1.746.439 که دیگه تقریبا بیچاره شدن بندگان خدا بعد آرژانتین با 105 ممایز 6 بعد ایران با 75 ممایز 7 یعنی شما خودتو با آرژانتین بسنج من خیلی فاصله داریم اگه استقراز خارجی کرده بودیم همینطورم خورد چون اصلا قرار تو برجام این فضا باز بشه ما تو استقراز خارجی کنیم اینا اثرات سیاسی نداره اوضاع ونزوئلا الان چجوریه با فرقون طرف باید اسکناس جا کنه و سوم لیبی لیبیزاسیون ایران و لیبیزه کردن ایران در دستور کار این هاست یعنی همزمان با فشار اقتصادی صدام صد سازی که اینا داشتن روی عربستان کار میکردن و اطلاف عربی یک جنگ محدود زدن صنایع من تو همین سالن راجع به معاهده پاریس داشتم حرف می‌زدم گفتم آقا یه نیروگاه دماوند اینجا بزنن یک سوم برق تهران رفته استاد ممنون می‌شم جمع من چش شینا یک ساعت برق قطع می‌شده بستنی فروشی‌ها و نمیدونم لبنیاتی‌ها همه شاکی بودن یک سوم برق تهران میشه خود شهر آشوب میشه شما 200 میلیارد دلار فقط پولی که ما پتروشیمی پارس جنوبی ریختیم اونجا که اینا میدونه دیگه اینا فاز فاز برونداد این فاز ماده اولیه فاز بعدیه همه اولی رو بزنید تمومه همزمان بحث تجزیه مملکت رو می‌خواستن مطرح بکنن همین الان شما تحرکات تجزیه طلبانه رو نمی‌بینید در خوزستان در کردستان در آذربایجان اینو که اخباری که دارین می‌شنوید که اگر در مورد کشوری در مورد هر کدوم از این کشورها یکیشو اجرا کردن در مورد ما هر سه تاشو دارن انجام میدن همزمان داره پیش میره و واقعا از الطاف خفیه الهیه من جز این چیزی نمی بینم واقعا از الطاف خفیه الهی و یک ده درصد مسئول صاف و پاک و مخلص به معنی واقع کنم که جور 90 درصد دیگر دارن میکشن کسی که شبانه روزی دارن میدونن تا خلع بقیه رو پر کنن و متاسفانه گمنامن خیلی از این بزرگواران من افتخار آشنایشون رو دارم میشناسمشون کمکشون دارم میکنم شما احمدی روشن قبل شادش کی میشناخ هیچ کس اینجوریه برای اون کسی که خیلی اسم در میکنن اونا نیستن اونی که ساکت در سکوت گمنام داره زحمتش رو میکشه آدمایی که خدا شاهده بعضا هفته یه بار تو تهران خونش نمیره طرف تا دوی نصف شب جلسه از بار پنج صبح دوباره جلسه میگم پشم برای خونه زن بچه رو فقط ببیدار کنم اینا دارن این جور رو میکشن و لطف خدا یعنی این اثرات خطرناک داره بابا طرف من نمیدونم چجوری آقا تو این جامعه چجوری طرف دیگه میخواد با یک و دیویسی و سی زندگی کنه این یه جای دیگه میبره دیگه فرانسه یه خورده بنزین کشتن بالا چی شده الان بحث بنزین پنج تومنه 1389 مردم ما 42 دو دلار داشتن یارانه میگرفتن چلو چهار هزار تومن دلار هزار هشتاد تومن چرا دو دلار داشتن یارانه میگرفتن الان سه دلار دارن یارانه میگیرن تو درآمدهای ارزید به دلاره کمکت به مردم به ریال بعد 44 تومن 89 با 44 تومن 98 یکیه <متحدث> یعنی به من این منجور بهتون میگم برنامه ریزی کنی برنامه ریزی کنی بشینی ساعت فکر کنی بخوای پدر یه مملکتی در بیاری به این قشنگی در نمیاد من برداشتم وگرنه اگه قراره به آزمون و خطا هم بشه بابا یه بار چرا به نفع ما نمیشه گو به پور میگفت این گل نزدنش سختتر بود یه <language> بارم به نفر ما بشه دیگه این چه مسیری اصلا گفت شما دقیقا برنامه ریزی اخباری داره پخش میشه مردم آتیش بگیرن داره کنار دکه روزنامه داره میشه 130 هزار میلیارد فساد در قشم بند خدا گیره 130 هزار تومن پول جریه مدرسه بچه شه. رو پوش نمیدونم چی کیف فلان 100 صد... درک این رد میشه 130 هزار م... وای فقط صفر ر میشونه نه ریال زده نه تومان زده بعد من یکی از این روزنامه رو خریدم رفتم ضرب و تقسیم کردم دیدم 225 میلیارد تومان فساده واقعا هنوز برام سواله سف... برای چی اون روزنامه زده به 130 هزار میلیارد بعد اومدم تو یکی از سخنرانی ها سخنرانی شفافیت گفتم نبود شفافیت همه دوست پنداریه ببینید اومدم این عرض کردم چه اتفاقی افتاد فرداش دیدم کانال های تلگرامی اون جریان سیاسی گفتن همدستی رایفی پور در فساد قشم <applause> اینه دیگه رسانه دارن به حمله میکنن متشکرم استاد جناب دکتر حالا با توجه به اینکه شما فعالیت در زمینه امور خیری هم دارید و خیلی نزدیک با مردم هم در ارتباطین خب به گفته خودشون اگر اشتباه، حالا اشتباه استاد اصلاح بفرمایید 33 میلیارد خودشون نظام دارن که میگن توی این سال 33 میلیارد دلار 33 میلیارد 28 میلیارد که اعلام کردن با این 5 میلیارد که از قضیه نشون محاسبه ما درست بوده 5 میلیارد اونی که آقای ربیعی داره میگه این یعنی کاری که میخوان بکنن داره زوتا میگه آقا ده تاش پرید رفت منظورشون اینه این سی و سی و سی، 28 تا 5 میشه 33 این جوره برعکس این یه دلیل دیگه که اثبات میکنه درسته این عدد ست. یعنی از 14 میلیارد اینا تا الان 5 تاشو خرج کردن 9 تاش مونده که 9 میلیارد دیگه زب در عددش کنید دیگه تفاوت ارز 4200 تا ارز آزاد که دولت میتونه بفروشه خودش پول داشته باشه و اینو واریز کنه به حساب مردم بده به مردم که خودشون بخرن و دقت بفرمایید این پول چون بیرون شبکه بانکی نیامد بیرون بسته با... پولی ما نیامد ما پای پولی افزایش ندادیم به خاطر همین اون طور که این آقایون میگن موجب تورم خواهد شد نخواهد شد این یکی از دروغ های ایناست یعنی دارن عمدن اینو بزرگ نمایی چون الان به مردم تا میگی یارانه میگن آقا یارانه که تورم میره شما این بسته اقتصادی بیرون پول که نیوردی که همینجا بوده یه جای دیگه بردی اینجا قرار بوده وارد کننده بخوره مردم دارن میخورن من یه محاسبه ساده انجام دادم اگه این 14 میلیارد دلار می‌خواستم بدم به مردم هر ماه به هر کس به هر فرد 85000 تومان اضافه تریونا نمی‌گرفت اون 45 تومن خودش بود 85000 تومان هم می‌گرفت حالا یا خانواده بود خانواده‌ام در کشور ما 3030 اعلام کردن دیگه یه خانواده 3 نفر 4 نفر زارو تقسیم کنی گیر خودش میومد حداقل میگم من قبلا گوشت می‌خریدم مثلا 40 تومن حالا از این 300 تومانی که گیر اومده از این 240 تومانی که گیرم اومده اینقدر می‌ذارم گوشت میخرم اینقدر میذارم لبنیات میخرم اینقدر میذارم فلان لاقل بدیم به خودش شما که تخصیص ارزتون عملا در عمل فاتحه همه چی خوندید خب اینا این آمارش دیگه تازه اینا به شما بگم اون آمار اولی که من در مورد شکر خام اینا دادم نه همش اینجا هستش 6300 در می اومده با محاسبه 35 درصد اینو دقتون. تازه ما اینو محاسبه کردیم 35 درصد تعرفه توزیع حزینه‌های توزیع توضیح و سودی که طرف بکنه هزینه حمل اونم شده شده 6318 قیمت بازارش 7413 این دقیقا به من بگیم پول کجا رفته پس این قرار بوده این قیمت رو بیاره پایین یه یعنی عکس عمل کرده و نباید به خودم صحبت 1000 تومن 2000 تومن نیست 14 میلیارد دلار پوله و اگر امسال من من معتقدم همین 10 میلیارد دلاری هم 9 میلیارد دلاری هم که مونده اینا باید از همین الان جلوشو گرفت اگر الان جلوشو نگیریم همین 9 میلیارد دلار هم همینطوره خرج خواهند کرد فاطمه هم خواهند خوند باید مطالبه به وجود بیاد مطالبه باشه تا, تا من و شما میشه با دختره تو ارزشگاه نمیدونم روسریشو برداشت و برانکو حقوق بیچاره حقوق خودش مونده نگران حقوق برانکو از عجایب خدا روزگاری مملکت ماست تا موقعی که دعوای مملکت اینه که روسری سر چوب میکنن و بحث های جز جنسی تو ممکنه ما جذابه درسته تا این بحث هست طرف با این کاری نداره با صحبت 9 میلیارد دلار پوله این میتونه مثل دست مردم حالا من در مورد شیوه اعتاین به مردم هم نمیگم الزامن نقدی حتی راهکار کار دارم الان خود مجلس موظف کرده دولت میگه یکی از این سرابش انجام بده <applause> یا کوپن بده مستقیم, مستقیم یا, یا یه کارتی بده این روش رو بریم بعد مطرح بکنیم مصاحبه می‌کنم ازتون چون این یه مبحث بله آخر کار می‌خوایم برای جمع انشاءالله ان دکتر 33 میلیارد دلار به آ شما 28 بگو که فردا همین رو بهانه نکنه اصلا بگو 25 تا بز معامله جوش بخوره با یه جماعتی طرفیم خدا شاهد یعنی استاد خوب تخفیف میدی خدا این مبلغ به هر حال اختصاص داده شد به اینکه این, که این وضع کنترل بشه با توجه به اینکه الان شما با مردم خیلی نزدیک ارتباط دارید شما آیا این تاثیر رو میبینید و اگر هست اگر نیست دلیلش چیه این رو اگر بفرمایید ممنون میشم من فکر میکنم یه سری خب جوابش مشخص همه دوستان هم الان هم میکروفون ببری میگیم تاثیرش رو تو قصابی ها و لبانیات فروشی ها خب نمی‌بینید دیگه یک عدد و رقم هایی دیده میشه من فکر میکنم که فساد حاکم در جریان ها سیستم ها و سازمان های مختلف اونا منتفع میشن و خب اونا هم گذارن حالا اگر ما میام اینجا میشینیم و بعد شما لذت میبرید و ما بعدا کتک میخوریم خب اینم باز اینم داستانی من از مصاحبه گوشت توی پایش انقدر پسر خوبی شدم خوبه اصلا دیگه کلا وزارت کشاورزی با من رابطهش قطع کرد الان قره آقای دکتر ما استاد عزیز دیگه هم قرار بود خدمتشون باشیم مای دکتر سعدوندی بل. بعد ایشون از موقعی که به قول این پوستر پخش شده بود که میخوان بیان اینجا حجمه عجیب غریبی روی درست کردن که به نتیجه رسید که فعلا یه مقدار عقب بنشینه که وقت بحث سیاسی نباشه. یه وقت که بحث ترس نیست. ایشون حتما منظورش این بوده که بس و بس این که اینکه فرمودن توی این پوستر نمیدونم عکس فلانی بالاست و اینجا بالا به پیر به پیغام به تمام مقدسات من رو همم هم خبر نداشته قرازم چی قرازم اینکه فشار زیاده وگرنه ما گفتیم مثلا همین الان این بنر رو شما برعکس نگاه کنید اصلا جای بالا پایین همه چی عوض میشه خب ما حرفی نداریم و طبعا حتما یه همچین چیزی نیست یعنی جای توی بنر من نمیدونم یعنی چه اهمیتی داره این فشار رسانه هست من یه نکته کوتاه 10 بگم میگه تو آخر زمان میخوای زندگی کنی اگه اون قوم برگزیده یه وعده داده شده ای که یه جاهدون فی سبیل الله شرطش اینه ولا خافون لو مطالعه از سرزنش ها قرار نیست بترس حقو میگیم بالاخره هزینه داره حقو گفتن وگرنه ما هم بلدیم آقا جون ما هم بلدیم الان میدونیم دور دور کیاس بلدیم چه جوری حرف حداقل اینه که حقو نگیم ساکت باشیم آقای دکتر ماشاءالله یه پا سلبریتی ما هم که دار. از فردا میریم روابط دختر پسر حرف میزنیم تو دانشگاه کسی باید کار داره؟ نه. همه بخش و بالا پایین دولت و مجلس و این طرف اون طرف دعوتت میکنن من قوم سخنرانی داشتم ما رو دعوت کردم پخش زنده تلویزیون بوده اتفاقی ما رفتم اونجا حاجای مومنی گفت بیا آقا بریم اونجا نگو پخش زنده است مثلا خبرم نداشتم پخش زنده است تلویزیون داره میره بعد گفتن آقا جهیزی سخت شده گفتم آره با خدا تقصیر تل... تلویزیون داره کار میکنه یه سریال همش داره نشون میده همش متوقع میکنه شما الان جهیزیه رو داری مثلا محاسبه میکنی گفتم الان مثلا شما نگاه میکنیم این 100 میلیون تو این سریالا یه زوج جوان وسایل تو خونه زندگیشونه تازه 100 میلیون رو با دلار جهانگیری دارم میگم خب یکی از اقسام 16 گانه دلار بود دیگه به من چه ربطی داره خب تا اینو گفتم یی گفتم به علت نقص فنی خب تلویزیون شما هم دیگه یه بار پایش رفتی عمرن دیگه دور و بر راتون ندن اونجا بله س... شرایط هم طور که میفرمایند شرایط خیلی سختی ولی خب من وقتی میرم تو سالن تولید خیلی حس خوبی دارم مردم خب طبیعتا اصلا طعم این تفاوت ها رو نمیشتم من بعدا من خودم هم موافقی نیستم چون همکاران خودم رو میبینم هم تو که اول عرضم عرض کردم همکاران منم هم دارن از کار میفتن وقتی این شیبه نفع و از مردم میگیریم به یه خواص میدیم حالا او خواص میخواد تولید کننده باشه میخواد آقازاده باشه میخواد خانم زاده باشه فرقی نمیکنه ما کلیت قصه رو میگیم باید بریم تو بحث فرهنگ کار فرهنگ تلاش و کار کنیم با باید سراغ این بریم و نگاهی این شکلی داشته باشیم برای همینه که من به این نتیجه رسیدم که اصلا بیام سراغ خودتون سراغ خود مردم و این, این بحثی رو که آقای دکتر میفرمن بحث مطالبه من اینو خیلی قبول دارم اون پایش که شد فردا ما رو یه جایی خواستن بعد گفتن که آقا شما گفتی مطالبه کنید مردم گفتم که بله گفتم خب گفته بودم هم دیگه بعد گفتش خب این یعنی ریختن مردم به خیابون گفتم نه مطالبه شکل متفاوتی داره دیدم نه او حرف خودش میزنه گفتم نگاه کن اینجوری باشه که مقام معظم رهبری هم الان باید اینجا بیاد جواب بده چون ایشون هم داخل زغنونی گفتن مردم مطالبه کنن چون ما مطالبه هم میکنیم متهم میشیم و این بحث مطالبه گروهی این به نظر من یه بحثیه هر کسی بالاخره ده نفر بیست نفر سی نفر نفر تو گروه های دورور خودش داره و این باید حالا نکاتی رو که کلیدی هست و میتونه پاسخگو باشه این رو نشر بده و به صورت یک مطالبه گر باشه اگر نه این 9 میلیارد هم تموم میشه و این به این سادگی نیست چون منی که 2000 دلار رو پدرم در میاد تا میرسونمش به این کشور من الان این عدد و رقم رو خیلی بهتر میفهمم از اینجا وردار زیتون پرورده رو ببر گرجستان شرکت تاسیس کن بعد اونجا بانکی برو که اسرائیلی نباشه که اونجا اطلاعات تو میگیره بعد میفهمه ایرانی بعد یه نفر اونجا گیر بیار که اون گرجی باشه بعد مورد اعتماد, اعتماد باشه،, باشه بعد بذارش اونجا بعد مسترکارد اون بگیره بعد تو رمزش دست تو باشه بعد همش تو باید مواظب او باشی او باید مواظب تو باشه خدا وکیلی کاگبه اینقدر کار نمیکنه که ما برای 2000 دو دلار مقام بفرستیم ایران اینقدر کار میکنه بعد این پول به این سختی بیاد وارد ایران بشه بعد بدیمش دست یک نفری که مدیریت بلد نیست علم اقتصاد بلد نیست قلب لازم رو برای اینکه بتپه برای این مملکت و به این تمدن 5000 ساله ندارد خب اگه ایشون جیغ میزنه من داد میزنم ما حق داریم دیگه خب سخته ولی یه وقت نباشه عددا بگیم 9 میلیارد 10 میلیارد 14 میلیارد خدا وکیلی یک میلیاردش پدر حساب بچه در میاد تا میتونی اونجا از دست یک نفر بگیری من خودم اینکه یک کلیپ بود زیرنویس انگلیسیه ما زیرنویس روسی هم اونجا زیاد داریم بعضی وقتا من میشینم برای یک نفر پای شلف که یه شیشه زیتون پرورده رو بخره که سه ساعتی بچه های منو اونجا مشغول به کار میکنن انقدر عشق و قمزه میارم که اگه برای زنم می خدا وکیلید این عشق ما سی سال قبل ادامه پیدا که الان با من <applause> با بعد شما یه میفروشید یه دلار یه دلار و نیم بعد یه دلار یه دلار دو دلار سه دلار با هم دیگه جمع میشه بعد شما میخوای بیارش تو ایران بعد تبدیلش کنی به اشتغال تبدیلش کنی به مواد اولیه من خواهش میکنم تو عددها انقدر راحت نگذری من به عنوان یه تولید کننده در حوزه آسیب اجتماعی یه کارآفرین اجتماعی دارم عرض میکنم با ارز دولتی به بهانه حمایت از قشر آسیب دیده کاملا مخالفم چون این فقط یه پوست است یه پوست است مثل یه پسره ای رفتش کارپستار بخواهد دبیرستانی بودیم خیلی زود عاشق میشدیم بعد رفت کارپستال بخره گفت آقا کارپستالی داری روش نوشته باشه تو تنها عشق منی گو آره گو تا بده <تص> <تص> ای اینا این عبارات تو تنها عشق منی حمایت از اخشار آسیب دیده میده خیلی خوشکله ها حجمیات خیلی زیبایی هست نمیرسه به مردم نمیرسه به چه زبونی آقا با عدد میگه من با قلبم میگم این اصلا هیچی نمیگه ممنونم از فرمایشتون جناب دکتر جناب استاد سوالی که هست، حالا ایراداتی که به این سیاست وارد میدونید رو لطفاً تیتروار مطرح بفرمایید و در پایان هم حالا ما این همه صحبت کردیم میخوایم راهکار جایگزین پیشنهاد بدیم این نظراتی که هست و حالا اون راهکاری که به نظرتون میتونه مفید باشه رو اون رو هم بفرمایید خدمت شما ارز بکنم که یکی از دیگه از ایرادات در واقع این نوع تخصیص ارز مخالفتش با سیاست های کلان و بحث سیاست اقتصاد مقاومتی چون این نوع تخصیص عملا یارانه واردات سادر کننده ها له خواهند شد و وارد کننده ها هر روز تقویت خواهند شد فکر میکنید چرا انقدر دولت به دنبال تشکیل وزارت بازرگانی؟ کلا ما بهش میگه وزارت واردات خب شما تیپ آدمایی که اونجا دارن تصمیم میگیرن رو نگاه بکنید آدمایی که به واردات معروفن حالا من دیگه نمیخوام اسم ببرم وارد یه سری بحث ها بشم خب این واقعیت پس از این حیث مجموعه نظارتی میتونن وارد بشن میخوام بگم زمین حقوقی داره مجموعه تشخیص مسئله نظام میتونه وارد بشه از این حیث شأن نظارتی داره مورد بعدی این که این سیاست در عمل جواب نداده کل راجع این بحث کردیم ما به بهانه چی کمک به اخشار آسیب پذیر این بهانه است میخوای کمک کنی بهش که در اثر عکس میذاره هرچی شما دست کنید دو سه برابر قیمت شد که میشه خواهشان دست نذارید پولو بدید به خود مردم یا به شیوه های دیگری که عرض خواهم کرد تو بس راه حل تا اینا درست خودشون بتونن تصمیم بگیرن مورد دیگه یا مثال من برای شما بزنم آقا دلار شد 15000 تومان کلی از کالاها کشید بالا دولار من شد دوازده تومن اومد اونا اومدن پایین سر جوش مونده تا که باید این اتفاقات و این مثال ها ادامه پیدا بکنه مورد بعدی برنامه ریزی خرد و کلان ما رو توضع اقتصادی دوشار خطا کرده ما اصلا علامت های غلط اقتصادی هایی داریم میگیریم به خاطر چی؟ به خاطر که انقدر این فاکتورها متعدده نمیدونیم اثر چیه اومدیم 15-16 مدل دلار درست کردیم نمیدونیم چجوری باید رو کنترل بکنیم فقط این دلار باز نسبت دلار با یورو اصلا یک داستانی باز اون طرف داریم نسبت این ارزها با هم دیگه با من اصلا پیمانای پولی دو جانبه با کشورهای دیگه و اثراتی که میتونه داشته باشه اصلا راجع به هیچ حرفی نمیزنم اینجا الان فضاش نیست و زمانش رو نداریم خب آقای مسعود نیلی تئوریسین اقتصادی دولت ایش هم چند وقت پیش مصاحبه کرد با روزنامه ایران من پنج خط اینو برای شما میخونم ببین چی داره میگه آقا خود شما ها اینا رو تصمیم گرفتید مسابقه کننده میپرسه میگه در مورد تصمیم ارز 4200 میشه صحبت بکنید میگه دوست ندارم راجع اون صحبت بکنم مگه خاطره شخصی تو رو ازت پرسیدن مگه گفتن ما اصلتون چی شد دوست ندارم راجع به مسئله شخصیم صحبت بکنم عزیز من یه مملکتی رو به باد فنا دادید دارن ازتون میپرسن چی شد به 4200 رسیدید چرا 4300 نه چرا 4150 نه اینا کجا رسیدید دوست ندارم راجع به صحبت کنم بعدشون چی میگه ارز دونرخی به سیاستمداران فاسد قدرت انتخاب میدهد مصاحبه روزنامه ایران در کشور ما صدها دکمه جلوی سیاستمداران ما روی میز آنان قرار دارد و هر کدام از دکمه ها را که فشار میدهند اثر آن در یک جای دیگر معلوم می شود چه قیمت حامل انرژی باشد نرخ ارز نیمایی دادن مجوز برای واردات یک گروه کالا و ممنوعیت گروهی دیگر از کالا و هزاران تصمیم دیگر دست برای هر کاری باز است اصلا می تواند از فردا واردات این کالا را ممنوع آزاد کند راست میگه راست وقتی روی میز جلوی سیاستمدار ما پر از دکمه های مختلف است او دکمه های را, فشار میدهد که قدرت بیشتری به او بدهند یعنی دقیقاً پوپولیستی عمل کردن حال اگر به سیاستمدار بگوید ارز تکنرخی شد باشد یعنی شما دارید میگویید که سیاستمدار چند دکمه را که روی هر کدام یک نرخ نوشته شده است را از میز خود حذف کنه یعنی میخواد بگه من مشاورم و دادم آقایون گوش نکردن دیگه من اینو برداشت می‌کنم. و کلی مطلب دیگه که من از اتون درخواست میکنم بخونید مصاحبه جالبه مورد بعدی آقا ضعف نظارت تو مملکت ماست مگه ما کجای ساختارمون مثلا اونم بحث اقتصادمون شفافیت داره که شما انتظار داشتید بعد تازه اگه شفاف باشه با این مدل های نظارتی عهد بوقی بانک مرکزی ما قدرت نظارت داره یک روزی اینجا تخلفا جلسه بذارید آقا جون تخلفات بانک ها موارد رو برای اولین بار اینجا من بگم شب خوابتون نبره که زیر سیبیل بانک مرکزی و وزارت امور اقتصاد دارایی در اتفاق میفته رقمه هایی به مخیلتون نمی گنجه مثلا باور کردنی نیست عددها و رقم ها برقمها. چه اثری گذاشته اینجا؟ چه نظارتی شما داشتی؟ سال 1397 3857 تون قضای سگوگربه وارد شده برز 420 آدمش گشنه یه لقمه قرص نونه رفته خودکشی کرده قرص ریخته تو غذای برادر و خواهر و همه رو کشته سه هزار و هشتاد و پنجا هفتون غذای سگ و گربه وارد کنی من نگفتم وارد نکن اصلا خوی رو با عرض آزاد وارد کن یارانه <تص> <تص> بدیم برای سگ و گربه ها در که آدما گشنن من واقعا متوجه نمیشم چه اتفاقی داره میفته یا من از مریخ اومدم نمیفهم توی مملکت چه خبره یا لابد باز دوباره من از میرخ اومدم یعنی همه چیز سر جاش لابد نامه آی همتی با آی دکتر روحانی چند وقت پیش همتی از عدم بازگشت و ایفای ارز دولتی تخصیص داده شده به شرکت های دارویی تجهیزات پزشکی و تامین کننده کالای اساسی خبر داد رئیس جمهور در نامه به چهار وزارتخانه سمت کشاورزی تعاون کار و رفاه امور امور اجتماعی و بهداشت در اون آموزش پزشکی از دستگاه شرکت دولتی خواسته تا فورا پاسخ دهند ببینید چی شده یه گروهی اومدن برای ما یه ادعایی کردن بعد قرار بود یه قولی به ما دادن بعد عمل نشده توسط اون گروه بعد میگم بیا جواب بده برایشان دارن از هم سوال میپرسن شما یه جای کره زمین پیدا بکنید یه وزیری در آستانه استیزاه باشه بیارنش بیرون اینی فوتبالیست شماره 80 در بیاره شماره ده تنش بکنه در قامت وزارت سمت باشه بیا در قامت وزارت رفاه دور برگرد تو زمین یک جای کره زمینی پیدا کنیم هر جای کره زمین شما برید اینو بگید شک نکن بهتون پناهندگی میدن یعنی این واقعیت به خدا من بحثم این دولت اون دولت نیست من تو دولت قبلا به این سیاست اعتراض داشتم یک بار باید جلوی این فساد گرفته بشه دیگه آقا این اصلا خود فساده به اسم به نام مردم به کام دلال لاقل به نام مردم نه عین همون آدمی که مثلا بیاد به اسمی که میخوام امامزاده رو درست کنم بیاد اونجا یه چی هم بکنه بردا رو ببره خیلی زشته دین لاقل استفاده نکن از نام مردم از او آقا دوست دارم زرنگم میخوام بدوزم خدا پدرت رو بیامرز نوش جونت اون دنیا و جواب بدی. مورد بعدی نهاد سازی غلط رویه سازی غلط سیاسی کردن مسائل آقا این این قیمت ها اینا به خاطر آمریکاست خوی آمریکا چرا تو سوریه این تاثیر رو نداره نصف مملکتشون دست خودشون نیست با خاک یکسان شدن این آمریکا اونجا ازش بر نمیاد دقیقا دقیقا کار من اختصاص سیاسی دقیقا نقطه عکسش رو به شما بگم سیزده آبان شد گفتن که ته تح تحریما میخواد بیاد یه شوک روانی و فلان اینجور چیزا آقا ات... شما بگو پهباد آمریکا رو بزنی که دیگه دلار بعد بشه سی تومن چی شد خوبه اینا داره چشتون اتفاق میفته که عکس اینا داره اتفاق میفته نه اثر گذاریم مورد بعدی اینه که هرچی این تفاوت بیشتر بشه ما تفاوت بین نرخ ارزها ها فساد بیشتر ببین مثلا چند سال پیش این تفاوت بین ارز دولتی و آزاد 400-500 تومن بوده این چه هاشیه سود و رانتی به وجود می آورده الان شده چقدر؟ 8000 تومن 16 برابر نگید, نگید 7500 تومن بیشتر بگید 16 برابر چون تو اون رقمی که بعدن میخواد تقسیم بشه یه میلیون دلاره اینجا خیلی آورده بیشتری براش خواهد داشت 16 برابر و تا بخواید میتونیم از این مسائل برای شما بگیم یک سری خطرات داره من دو مورد برای شما بگم یه بحث تورم تو کالای مصرفی ممکنه به وجود بیاره اگه یکسان سازی بشه تکنرخی بشه یعنی چی یعنی اینکه مثلا ما پول بدیم به مردم ارزم تکنرخی بکنیم این الان دیگه مثلا به جای 40000 تومان داره 150000 تومان میگیره این با 150000 تومن چه نوع کالاهایی میخره این ماشین که دی نمیتونه بخره مستحضرید کالاهایی تو این طیف قیمت رو میبره بالا عین اینه, اینه که این سالن بسته است بازاش عین یه مسجد و یه سوله ما رفتیم کنج این سوله یه دونه از این بخاریای انرژی هست که خیلی هم پر قدرته از اینا رو روشن ببینید اون کسی که اینجاست اثرش رو بیشتر تشخیص میده تا اون کسی که اون طرفه تا یه زمانی بگذره این چی بشه حل بشه یکسان بشه برای شروع این اثر رو داشت یه دو نکته دوم داره که چون ببین آدم باید حق رو بگه نکته دومش که خطر عدم تجمع سرمایه به وجود میاره یعنی ما میگیم آقا این ما با این 14 میلیارد دلاری که شما میگیم بده به مردم یا کار دیگه چیه به عنوان درآمد بیا تو بودجه بیاد خرج کاره عمرانی بشه به مردم هم ندادی لاقل شغل تولید بکنه و اینجا که بحث راهکار پیش میاد من معتقدم میتونه ترکیبی از اینها باشه یعنی یک مقدار دست دولت بماند بر روز مبادا بتونه کاری انجام بده دلار وارد کنه جمع آوری کنه از این کاری که بلدن که اصلا هم کار سختی نیست مثال براتون بزنم همین فردا من و شما تصمیم میگیریم قیمت دلار رو تو تهران نه تو کشور بیاریم پایین می نفر نفری هزار دلار هزار نفر میشه چقدر؟ یه میلیون دلار که کنار این رقم ها جوکه هیچیه میفرستیمشون سبز میدون فردوسی ها؟ شروع کنید دلار فروختن از اون طرف هم از این کانال تلگرامی که زیر نظرمونه یه میلیون دو میلیون عضو داره میگیم بذارید آقا حمله مردم برای فروش قیمت. مردم هم چند میلیارد دلار پول تو دستشونه اینا بندگون خدا میاد برای زرا جلو, زر جلو مردم میفروشن بعد شما اینجا رو دقیق بفرم شما میخری چون میدونی سوری اومده پایین شما کی میخری که تو گرونی میفروشی تو ارزونی هی میخری با این کارا انشاءالله خود تصمیم گیران نیستید انشاءالله چون تو هیچ کس مثل شما نمیتونه اینجور مدیریت بکنه اگر بگید پولهای خوردم که ما دادیم به مردم 100 30 40 تومن مثلا بهشون دادیم خب اینا میره تو بانک تو جیبش که نگران نمیده 100 هزار تومن تو کار حساب بانکیشه اگر شبکه بانکی ما درست می بود اینا میرفتن سمت تولید بازم ضرر نمی‌کردیم چه کنیم که مشکلمون دردمون از اینجا نیست یه بحثی که بعد بذاریم راجع به چی این بحث بانکداریه مملکت ما من یک دو سه تا راهکار دیدم اولا که باید اتخاذ ما به سمت اتخاذ سیاست‌های ارزی درست و به سمت تکنیکی شدن بیر. نمیگم از فردا یوهویی تکنیک میتونیم آروم رو می فاصله رو چیکار کنیم کم کنیم کار درستی که همین الان داره به که مرکزی انجام داره در ارز نیمایی رو به ارز آزاد نزدیک میکنه خب این کار میتونیم انجام بدیم قیمت ها رو بر اساس سازوکار بازار پیش ببریم الا اون جاهایی که ما ببینیم داره شیطنتی میشه قیمت رو بشکنیم گفتیم اینا برای دولت همچی شأن قائلا هم بنده من همچین نظری دارم اجازه ندیم به سمت گروه های خاص بره بیایم شفاف کنیم شما یه سامانه بذار کسایی که ارز رو دارن میگیرن شفاف و قابلیت سرچ نه الکی آقا بعض از این شفافیت ها فیلمه مثلا شما رو مواجه میکنه با ده هزار صفحه پی دی اف چی میخوای بگردی اونجا پیدا کنی؟ اکسل بذار من بتونم سرچ کنم بتونم نرم نرمفزارهای دادخان بنویسم بتونم بفهمم آ آی, آی نوربخش کیه نفر اوله الان اسمش مطرح چند وقتیه نفر اولی که بیشترین ارزو گرفته هیچ کی نمیدونه کی؟ تو اینترنت سرچ میکنه تو روزنامه رسمی نیه. یه شرکتی تاسیس متولد شه یه شرکت تاسیس کرده با یه بابای اونم متولد 1969 چنده هیچ چی دیگه ازش نمیدونی برو بعد برای ما حل بشه دیگه درست شد بله من ارزم تموم کنم ببینید دولت میتونه خودش ارز رو نه به بانک مرکزی به بانک های تجاری بده بفروشن چون اینا قدرت خل... خل... چاپ پول ندارن او بانک مرکزی که ازش برمیاد این کارا که جلوی این کارم بگیره کلی هم درآمد داره دولت و خودش که حالا پولو گرفت درست و اصولی از طریق وزارت رفاهش بیاد بده به مستمنده ما. بده به سه پایینی چهار دهک پایینی پنج دهک پایینی آقا ما اینجا نشستی محاسبه کردیم به غیر از سه دهک بالایی مردم ما نزدیک سال 6 میلیون تومن کسری بودجه دارن با این یعنی هر سال 6 میلیون تومن کم من میشه بنده گونه خدا نشستیم دیدیم همین یارانه رو بدن به مردم با یارانی که الان دارن میگیرن 5 میلیون 400 هزار تاش محقق میشه مثالای از این دست من برای شما زیاد میتونم بزنم تو بودجه 98 175 نماینده مجلس نامه زدن به دولت که آقا این فساد جلوشو بگیر همه نماینده مجلس میگن مونتا به غیر از اونایی که آپارتمان میگیرن یک مورد برای شما الان من اسناد از این دست و دست بنده بسیاره همینطور که باید دکتر اعتماد میکنه مردم رجوع میکنن خیلی از این آقای میگن آ خدا خیر بده تو حق میگی بیانه داشته باش خب میتونم بگم کدوم یکی از این آقایون توی سعادت آباد جوری اخیرا با این قیمت اخیر با 90 میلیون تومان صاحب آپارتمان شد تو سعادت آباد 175 تانه اگر اون بحثی که 5 سال پیش ما تر میکردیم شفافیت هدایای دریافتی خاطرتون هست شفافیت توصیه نامه خاطرتون هست اگه او بود که دیگه نمیتونست از این کارو بکنن ببینید این که عرض میکنم از بیخ جلوی فسادا میگیره همینه 175 تا نامه نماینده نامه نام نام زدم میگم به سه روش دولت رو مخیل کردن که اختیار داره شما این کار انجام یک روش کالا بک کوپن بدیم دو روش نقدی کالایی کارتی بدیم بگیم آقا تا سه ماه وقت داری بخری بعد از سه ماه میتونی بری پولشو بگیری روش بعد میگم که نقدی نظر شما چیه من نظر خودم کوتاه جان موضوعی که الان فرمودید خب یه عده معتقدن که میگن بله اگر نقدی من خودم عرض کردم دیگه گفتم یه مرکز پژوهش میگه 6 درصدی تورم به وجود میاره نظر من صحبت 80 90 درصد تورمه <تصفح> به فرض قبول تورم زا میگم جلوی اینا میگیریم چطور من میگم بیا به این مردم کارتی بده درست شد که این با کارتش فقط میتونه کالاهایی که تو میگیو بخره اون کالاها چی هن؟ کالاهای تولید داخله چجوری شما بلدید وام بدید برن از ایران خود رو سایپا ماشین بخرن؟ دقت بفرمایید پول رو به گردش در میاری در کارخانه های نظر خودت که از غذا هیچگاه حمایت از این دو کارخونه حمایت از تولید ملی از نظر بنده نبوده ما مستعمره فرانسه هستیم در خود رو سازی ما مستعمره فرانسه هستیم من راجبه خیلی حرف ها دارم یه نکتش رو فقط برای شما بگم الان مثلا یه کشور دیگه اسم نبریم سودان بیاد به ما بگه آقا پیکان تو میخوام برم تولید بکنم بهش نمیدی بره تولید کنه خط تولید و قالب ها و همینو باید به آهن بفروشی نمیدی به سودان بره تولید کنه میگه عجب دیوونه ای. بذار تولید کنه اصلا بابت هر پیکان با من هزار تومن هم بده سود کردم مثل پروازه شارتری هست یا آخرش میگه آقا بیا باره حرم امروزا سی هزار تومن تو فرودگاه مهرباد و از ما جلو ما رو میگیرن <تصفح> درست شد فرانسه این کار رو کرد توی مملکت هنو داره 405 تولید میشه تو اینترنت سرچ بکنید پژو تولید کردن خانمه میشینه اینجا دکمه رو میزنه فرمون میاد جلوش باز میشه بعد حوس میکنه ورزش کنه ماشین پیاده میشه این ماشینه مثل سگ دنبالش میدوه هوشمند قشنگ با سرعت او کنارش داره میاد ما داریم با پول خودمون زمینه ادامه این استعمار رو فراهم میکنیم این اتفاق داره کدوم ام... تا میخوای حرف بزنی بیا آقا نتیجه حمایت از تولید داخلی شد ایران خود رو سایپا کجا این حمایت از تولید داخلی بوده شما داری مردم رو ملزم میکنی خودروی بخرن بس بعد گفت اینا همش هم تولید داخلن کجا تولید داخل بودن وقتی فرانسه کشید که ناصر تحریما دیدیم 206 سیستم برقش رو نمیتونستید بزنید برق سمند رو میناخته رو 206 که استاد این کاران دیگه اینا استاد جفت انداختن ماشینان دیدید دیگه یه طرف جفتم حتما باید واند باشه خب به چه سمتی دارن میکشونن من معتقدم بیاید این کار رو انجام بدید یه مثال ساده برای شما میزنم ببین رقمات عددای سنگینه ما کل ازدواج جوانای ما 600 هزار تاست سال به سال هم داره کمتر میشه اون پیک ارم جمعیتی گذشته به هر کدوم اینا به هر کدوم این زوجه بخوای 50 میلیون وام خرید کالای ایرانی بدی برای جایزیه دقت کن میشه 30 هزار میلیارد تو خب اون یخچال سازیه 600 هزار تا یخچال در سال نخواستیم یه عده مایدارن میخوان برن سایت با ساید و فلانی بگیرن نگیره ما خودمون رو خدا به درش 300 هزار تا یخچال سر همین ماجرای سیل بنیاد و برکت رفیع کارخونه ورشکسته تعطیل شده رو تو لرستان پیدا کرد گفت بیا 20 هزار تا یخچال به من بده راه افتاد صحبت 300 هزار تا یخچال 300 هزار تا چه میدونم یه برای جهیزیه چیا لازمه بعدش هم برای اینکه انحصار به وجود نیاد بیاد آقا از اسنوا و پارس خزر و چه و چه ده تا بزا بگو آقا یکی اینا بزا با هم رقابت کنن این هم تولید رو به وجود میاره هم وقتی طرف این طرف یه کالایی برش رسیده پول خودش دیگه خرج اون کالا نمیکنه این پول براش میمونه خرج یه کار دیگه میکنه تو هدفمند کردی باید پول رو در مدار مدنظر نظر خودت به گردش در بیاری چرا داری پول رو الان در مداری به گردش در میاری که دلال منتفع بشه کدوم آدم عاقلی این کارو میکنه این کجاش میخواد تورم به وجود بیاره این که از اون طرف این معادله اولی اون اول اقتصاد سرعت گردش پول در حجم پول مساوی با تولید زب در واحدش خب اینم حل میکنه الان آقای میگه توجهشون چیه میگه این طرف معادله بره بالا من از اون بعد وارد کالا وارد کنم که ارز کردم بابا تو ارزش پول ملی اومده پایین هر چی وارد کنی اشبا نخواهد شد این بازار صادر میشه کمان که ما الان صادرات داریم عراقی اومده بود مملکت خود ما یکی دوستان ما شیراز دعوتش کرد بود میگفت ده سیخ کباب خورد گفتم میتره کی گفت پول یه سیخو دارم میدم نه بحث عراقی ها نیست دا هر کسی بیاد اینجا اروپایش هم دارم میاد اینجا من داشتم میدن تبلیغ نیوزلند میدیدم برای سفر به ایران شرکت توریستی بود زده بود با نمیدنم دیویست چند دلار به ایران سفر کنید ملت ریختم تعجب کردن آقا بقیه‌شو بعد با باید جوری بدیم چه جوریه یعنی واقعیه نه آقا همینجوری همین, همین چرسون الان دو سال سه سال بنده معتقدم ما وقت داریم تولید رونق بندازیم به, به خاطر این افت شدید ریال اگر جنبیدیم جنبیدیم نه جنبیدیم بده پر میشه این گپ و الان این پول ها باید بره به سمت تولید و وقتی اون کارخونه کار افتاد راه افتاد به این دقت بکنید اون کسی که میخواد اون کارخونه کار کنه همین دوماده است بعد تو ازدواج رو رونق دادی یعنی جلوی اعتیاد و بیکاری و فساد و مسائل غیر اخلاقی رو گرفتی برادر من دقیقا یک نفر مثل من باید نظر بده که هم حوزه فرهنگی کار میکنه هم حوزه اجتماعی کار میکنه هم سیاست میفهمه هم تو حوزه اقتصادی داره مطالعه میکنه به خاطر چی به خاطر اینکه اینا پیوستای فرهنگی اجتماعی اقتصادی سیاسی امنیتیشم هم شما میبینید یا نه فقط یه تصمیم اقتصادی میگیری میره خونتون دقیقا دقیقاً اینها مطالعات میان رشته ایه اینم راهکار دیگه چی میخواید بیاد محبوبم بشید بیاد کار انجام بدید دور بعدم رأی بیارید <تصفح> من واقعا شک میکنم یه جایی که همون من از مریخ اومدم عرض دیگه ندارم متشکرم از هر دو عزیز استاد ارجمند جناب آقای جناب دکتر نبی بزرگوار یه نکته رو عرض کنم این سوالاتی که به من داده شد پاسخ داده شد سوالات یه تعدادی که به من داده شد فقط یک بس رجوع پیمان مالی که استاد فرمودن و واقعا توی این فرصت هم نمی گنجی که بخواد این مطرح بشه من فقط در همین حد بگم چینی ها ما رو سفر رفته بودیم چین طرف میگفتش که آقا میری مملکتتون این مسئولینتون هم می چینی هم گفت ما گفتیم ما رو ممکنه ببینیم گفت بهشون بگید بیاد این عرض این رابطه پولی دو جانبه رو انجام بدیم میگه 37 درصد اقتصاد ما با چین گره خورده یک سالانی ما اونجا سفیر نداشتیم این چه معنی برای چینیا داره مینی برگشتن چی گفتن برگشتن گفتن به ما که شماها به ما عذر می‌خوام از محضر جمع خصوص خصوص خانمای گفتن شما به ما به دید فاحشه آخر شب نگاه میکنید تمام نگاهتون به غربه به برجام بوده حالا که خوردی به بمب حالا اومدی سراغ ما اونا گریم ما 80 درصد اقتصادمون با چهار تا کشوره از این چهار تا سه تاشون میگم یه دلار بذاریم کنار اونا میگن ترکیه و روسیه و چین میگم یه دلار بذاریم کنار اونا میگن به خدا ما چسبیدیم محکم نه دلار رو میخوایم حیثیتی نگاه ورق قرآن نعوذ بالله این تعجب کنید شما 400 میلیارد دلار واردات روسی است سهم جمهوری اسلامی ایران 400 میلیون دلاره بعد تا به واسطه این اتفاق اینجا رو گوش کنید به واسطه این اتفاق تازه الان تولید کننده ما میخواد صادر کنه درسته سری دستوری حق صادرات این کالا رو نداری ای بابا این بنده خدا کلی رفته کشته خودش بازار میگه علایش مواد غذایی قطعا الان قیمت ایران قیمت خوبیه تو دنیا الان میگن شما دیگه حق نه روب صادر نکن فلان صادر نکن ما بازار بتون کنترل کنیم یعنی من دقیقا احساس میکنم که مثلا با یه ماشینی داریم میریم هر لحظه یه جاش داره صدا میده میخواد در بره این درو نگه داشته یا میره پنجره در در دره میگه حالا فعلا یه خورده فرصت هست پنجره رو نگه دارین پنجره رو نگاه کنه کمر نبسته صندلی رو داره صاف میکنه یعنی این شکلی این که نمیشه که بشینیم آقا یک بار درست مطالبه بشه نماینده هایی که میفرستیم توی مجلس کسایی باشن آقا اقتصاد بفهمن حداقل همونه که تو کمیسیون اقتصادی هست که کلا سر اینا نره اینا راهکاره تا ما آفتاب لگن هفت از شام و نهار هیچی تا آفتاب لگن مطالبه کنی همینی که هست چهل هم نه چهار ست. تا موقع که بفهمی بابا من جوان ببین چی میگه میگه تو ازدواج نکن برای من بدوام بدم بیا ردیف میکنم تو خیابون با هر دختری کار داشتی نداشته باشم از من نخواهد زواج درست کنم برو تو پس و پناه هر کار خواستی بکن یه حرف اینه دیگه یا آقا نه چلاغ نیستم تو به ما پول بده شرایط فراهم بکن وزیر مملکت اومده میگه که من افتخار میکنم یه دن خونم نساختم وزیر مسکن مسکن برم خیلی مزخرف بوده وزیر مسکن خونه نسازه پس چی کار باید بکن نه واقعا بر من سوال خدا شهاده نمیدونم یکی جواب ما رو بده من آدم فکر میکنه خوابه من بعضی از شبا هست به امام زمان قسم تا صبح خوابم نمیبرد درد مردم و به ماها رجوع میکنن روزی نیست که کیف من 20 تا 30 تا نامه نچپونن مشکلات جدی طرف تماس اس ام تو رو خدا آبروم داره میره 150 هزار تومان به من پول قرض بده شما ما رو گشته پیدا کرده این دفعه اگه اجاره رو من کامل ندم نمیدونم صابخونم خونم علم میکنه بل میکنه اینا تا کی مردم انتظار دارید صبور باشن مردم ما صبورن میگه نمیذاریم دشمن سو استفاده کنه اما خب این طرف هم به اسم مردم به اسم دفاع از مردم به کام دلاله این روند و رویه غلط است فسادزاست باید متوقف شه من عذرخواهی میکنم علل خصوص از دکتر نبی ما زیاده گویی کردیم فرماشد شما واقعا جذاب و شیرین بود برای خود من من دیدی که من محو فرماشد حضرت عالی بودم انشالله ما بنام و بر این باشین دوستانی که جلسه رو برگزار کردن ادامه بدن این جلسات و اصلا آدم مخالف بیارید اگه میان نمیان چیکار کنیم به خدا شما برید بیاریدشون بیان بشینید اینجا اصلا قول میدم منم دیگه نیام منم میام پایین میشینم یک کلامم حرف نمیزنم خب بیاید بابا اینا جواب داده بشه برای مردم چپ و راست این مملکت داره عوض میشه همین پلان ارزی مزخرف داره دم پیدا میکنه تا کی باید هزینه های ما خرج بقیه جاها بشه اینا که میگن سوریه سوریه میرید پول خرج میکنید و اینا. نه عزیزم سوریه نیستش با این سیاست ها شما دارید تمام کشورهایی که از ما کالا وارد میکنن و دارید پول بهشون میدید چند درصد واردات ما از کشورهای همسایمونه ها دوستان میدونن عدد زیر پنج درصده میدونستید؟ زیر پنج درصد جان؟ تمام زیر پنج درصده ما همش داریم از همین غربیا داریم وارد میکنیم عمدتا از کشور دیگه داریم وارد میکنیم همسایه های خودمون رو ما اصلا حساب نمی نمیکنیم به نظرم باید نشست فکری کرد مطالبه کرد آدم های متخصص آورد سر کار که بشینن از بیخ و بنیان و ریشه حل بکنن همونجوری که خیلی از کشورها موفق شدن این ماجرا کردن حل کردن من اسکو میخوام متشکرم یه تمام کنیم با یک شعر از فروخی سیستانی خطاب به دشمنان داخل و خارج یا ما سر خصم را بکوبیم به سنگ یا او سر ما به دار سازد آونگ القصه در این زمانه پرنیرنگ یک کشته به نام بهز به صد زنده به ننگ متشکرم یا علی مدد خدا نگهدار